دوست داری یه نمایش نامه شوکه کننده بخونی که کم حجم باشه، زود تموم بشه، و تا ساعت‌ها ذهنتو درگیر کنه؟ این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه. توی این چنل من کتاب معرفی می کنم و در مورد کتاب، شعر و مسائل اجتماعی مرتبط با فیلم و کتاب صحبت می کنم و همچنین در مورد مشکلاتی که بین کتاب خونا رایجه. پس برای اینجور مطالب حتما چنل من سابسکرایب کنید، برام کامنت بنویسید و ویدئویی که می بینین رو لایک کنید. حمایت شما باعث میشه که من ویدئوهای بهتری در آینده بسازم. من به شما قول داده بودم که توی این ویدیو در مورد یک نمایشنامه شوکه کننده با شما صحبت کنم. چوب به دست های ورزی از قلام حسین سایدی. من میخوام این کتاب شما معرفی کنم همطور که میبینین خیلی کم حجمه. واقعا حجمی نداره. 18500 تا من خریدم. اگر بخواین از توی اپلیکیشن تاقچه یا فیلیبو این کتاب رو بخونین همجز کتاب های اشتراکی شده و رایگانه هم اگر اشتراک ندارین با یه هزینه خیلی کم میتونین اونجا بخرین و بخونینش پس این هم از روش هایی که میشه به این کتاب دسترسی داشت این نمایش نامه از آقای قلام حسین سایدی هست قلام حسین سایدی کیه؟ خیلی از ما اگر یادمون باشه تو دوره دبیرستان داستان گاو داشتیم اون میم مشدی هستن که گاوش مرده بود به اصلا به لحاظ روانی ترکیده بود فکر میکرد خودش گاوه هی میرفت گوش طویل مومو میکرد از روش هم یه فیلم خیلی خفن ساختن که اصلا جز آثار فاخر سینمای ایران به حساب میاد خیلی ها ممکنه کتاب رو نخونده باشن ولی با فیلم گاو آشنایی داشته باشن که اگر کتابش رو نخوندین یا اون داستان یادتون نمیاد من حتما فیلم و کتاب گاو از غلام حسین سایری رو حتما به شما توصیه میکنم حالا این نویسنده چوب به های ورزیل رو نوشته و من میخوام و من میخوام در مورد این نمایشنامه صحبت کنم برای ما ممکنه که سوال شده باشه که آیا اوضاع ممکنه از اینی که هست بدتر بشه یا حالا بدتر بشه فعلا بذار این بعد فعلی بره بعد یه خاکی بر سرمون میریزیم و ممکنه که نتونیم این کار انجام بدهیم خب این یکی از سوالها و دقدقه که ما همین الان هم داریم ولی از قدیم و هم در این مملکت داشتیم این کتاب خیلی سال پیش نوشته شده ولی وقتی من داشتم میخوندمش قشنگ حس میکنم امروز ایرانه همون مردمیم همون فرهنگیم این کتاب داستان سناریوی اصلیش اینه که یه روستاییه یه سری گرازن هی چپ و راست میان هی خونه یه روستایی ها رو خراب کنن گند میزنن به مسائلشون محصولاتشون رو خراب میکنن و خب این روستایی عملا داره ورشکست نمیشه پدرش در میاد وقتی که هی این این گرازه ها حمله میکنن حالا من نمیخوام اسپویل کنم اصلا اسپویل در کار نیست ولی بدونن که یه همچین سناریویی داره حالا ما یه فیلمی با همین سناریو داریم ولی کاملا با یک مسیر متفاوت اگر فیلم هفت سامورایی رو دیده باشین یه فیلم سه ساعته سفیده که علاقه مندان به سینمای کلاسیک میگن وا این اصلا جد آثار خیلی خفن و فاخر سینماییه ولی میگم هر کسی پسند نیست اگر خواستین اون فیلم خودتون دانلود کنین ببینین هفت سامورایی این فیلم ژاپنی هم یه همچین سناریای مشابهی داره یعنی یه سری روستایی هستن که برای میان یه سری شکارچی استخدام میکنن که اونا از شر حیوانای مهاجم نشاد بده شبیه مردم روستای ورزید اما یه تفاوتی وجود داره بین فرهنگ مردم ژاپن و فرهنگ مردم ایران و وقتی که این فیلم رو ببینین و این کتاب رو بخونین خیلی این تفاوت برای شما ملموسه که یک منزله یک راهکاره ولی اون راهکار اگر درست اجرا بشه چقدر میتونه خوب باشه و اگر بد اجرا بشه یا فکر آیندهش نشه چقدر میتونه نتیجه فاجعه باری داشته باشه ها. بیایم برگردیم به سوالی که چند دقیقه قبل پرسیدم بد بهتره یا بدتر آیا اوضاع از اینی که هست میتونه بدتر بشه آیا میتونیم یک تصمیمی بگیریم بدون اینکه آینده نگری براش کرده باشیم مردم ژاپن توی اون فیلم هفت سامورایی اونا آینده نگری میکنن مردم ورزیل در ایران این آینده نگری رو متاسفانه نمیکنن و اینجاست که خط داستان کاملا از هم جدا میشه میگم من نمیخوام اسپویل کنم نمیخوام تو ذوقتون بزنم برای همین بیشتر از این دیتایی از این کتاب نمیگم یه شخصیت داره این کتاب شخصیت محرم خیلی گوش تلخه ولی یه جایی میبینیم واقعا خیلی حق میگه تنها کسی که تو اون روستا عملا یه ذره عاقله این, مو... این, مورد رو ببینیم این جزء که تو ویدیو قبلی گفتم که من کامنت می نویسم. برای اینکه ذهنم موقعی مطالعه بتونه تمرکز بیشتری داشته باشه اگه می زدم یه خودشم ورق میزدم گفتم یه مصداق اینیش رو هم نشون بدم اگه در مورد تمرکز موقعی مطالعه مشکل دارین حتما این ویدئویی که این بالا چیز کردم رد میشه رو روش کلیک کنین ببینین و اینکه کلا پیام کلی این کتاب اینه که استعمار هیچ وقت نمیتونه راه نجات باشه فقط از چاله داریم میفتیم به چاه و تنها راه این که بتونیم به آزادی برسیم یکی این که باید تعاون و همکاری با هم دیگه داشته باشیم و یکی این که باید بتونیم آینده نگر باشیم و اینقدر بیمهابا و خودمون رو به خطر نندازیم اینقدر بیمهابا ریسک نکنیم چک سفید امضا ندیم اینقدر سریع راحت وکالت ندیم ایشالا منظورم متوجه شده باشین و میگم این کتاب خیلی سال پیش نوشته شده ولی وقتی من میخوندمش قشنگ اسم میکنم شرایط حال حاضر و امروز ایرانه حتما این کتاب رو که میخونین اون فیلم هفت سامورایی رو هم ببینید یک کاراکتری هست این کتاب به اسم نشستار این اصلا خود سمبل قشر خاکستریه یعنی خود خودشه اصل جنسه شما بهتر میدونین هر چه سلام میدونی ها من چه میدونم هر خودتون میدونی کلا در حال دایورت کردن و وکالت دادن یه کاراکتر مشبدالله داریم که کلا اینم یه ذره رو مخه و میتونه نماد یک سمبل و نمادی باشه از بخش وسیعی از جامعه ایران که هنوزم هستن که خب این گروه اساسا منفعلن هیچ کاری انجام نمیدن چون معتقدن که بعض قدر ما داریم کفاره گناهامون رو میدیم بلایی به سرمون اومده حتما یه گناهی کردیم و باید مجازات بشیم یه کار خاصی نبر بکنیم اون مشهد هم که گفتم هر جور خودتون سلاح میدونین کلا داره دایورت میکنه مشهد دولام داره کلا دایورت میکنه یه استولا داریم که بازی یه کاراکتر انقلابیه ولی انقلابی بیمهاباه آدمیه که بیایم تغییر کنیم اوضاع رو بهتر بکنیم خیلی هم خوب من این روحیت می پسندم ولی آینده نگری نداره و اینکه یک تنه خیلی سعی میکنه که حالا چون تو اون روستا میگن آدمای دایورت بکن و کاری انجام نده و منفعل زیادن زیادی سعی میکنه که بار اون روستا رو به دوش بکشه و خود خود این یه مشکله و یه مشکلی که باید به جمعی و تعاونی حل بشه رو این بابا میخواد حالا خودش یه نفر آستین بالا بزنه حل بکنه و اینم خوب نیست اینم یک آفته که خب گفتم این موضوع رو میتونید قشنگ با فیلم هفت سامورایی اگر مقایسه کنه متوجه میشین که باگ فرهنگی ما تو کجاست منظورم این نیست که وکالت بدین یا ندین آقا تصمیم خودتونه دیدگاه سیاسی خودتونه و محترم من اصلا در جایگاهی نیستم که به شما بگم چی کار کنید حرف من اینه که وکالت دادن یک ترم یا یک مفهوم حقوقیه زوابت داره باید شرایطش مشخص باشه تایم زمانی داشته باشه شرایط فسخ داشته باشه اگر جوری میخواین وکالت بدین باید این فوارد رو رعایت کنین نه اینکه همینجوری چک سفید امضا بدین با تشکر این کاراکترها هستن و بیشتر از اینم بخوام توضیح بدم داستان اسپویل میشه حتما این نمایشنامه رو بخونین خیلی کم حجمه یعنی همت بکنین یه ساعت تمامه حالا فوقش هم میشینین سه ساعت فیلم هفت سامورایی رو میبینین و در مقام مقایسه و تحلیل تا ساعتها ذهنتون درگیره مراقب خودتون باشین تا معرفی کتاب بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپارم حتما چنلم رو سابسکرایب کنین از این ویدیو رو حمایت کنین اگر از این نویسنده یا این کتاب کتاب خوندین نظری داشتین حتما توی کامنت ها برای من بنویسین خوشحال میشم که دیدگاهتون رو بدونم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار